درود دوستان حالتون چطوره خوش اومدید به رسانه مورخ پارسی همونجوری که قولشو داده بودیم اومدیم با شرح جنگ هران یا کاره نبرد معروف کراسوس با اموسورنای گل خودمون ازن کف قشنگه رو قبل اینکه شروع کنیم فقط من یه نکته رو بگم همونجوری که افتخار دارید و مجموعه مورخ پارسی رو توی اینستاگرام دنبال میکنید برای دنبال کردن چنلمون هم این پایین یه دکمه قرمز سابسکرایب و لطف کنید اونو بزنید آخر ویدیو که حتما حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید برای بهتر شدن کیفیت کارمون سرجم ده ثانیه بیشتر طول نمیکشه ولی حمایت خیلی بزرگی از ما میکنید. اگه آماده اید بریم بریم <تصفح> <تصفح> یه پیش زمینه بریم از روم اون موقع روم پادشاه نداشت اومده بودن مناطق تحت تصرفشون و بین سه تا کله گنده تقسیم کرده بودن اون سه تا بودن کراسوس جولیوس سزار و پومپی بعد یه مجلسی داشتن به اسم مجلس سنا که توش پر سناتور بود هر کیم با سناتورای بیشتری رفیق بود به قول معروف خرش بیشتر میرفت مجلس سنای روم واسه اینکه بیکار نباشه میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم پنج سال وقت میدم به جولیوس سزار میگن برو سمت گالها که میشن فرانسوی های خودمو میگن برو به اونا بجن دو تا استان میدم پمپه میگن برو اینجا واسه خودت همجوری استانداری کن ولی 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 هفت لژیون کامل میدن کراسوس میاد سمت شرق و سوریه قشنگ مرز با ایران حق جنگ و صلح هم مش بدون اجازه مجلس یعنی قشنگ از خودش صفا کنه خب بیایم سر ایران جرقههای جنگ از کجا خورد سال 57 قبل میلاد فرایسیس سوم که میشه فرهاد سوم خودمون عشق 11 بند خدا ضعیفم هم بوده میمیره بین بچهش جنگ و دعوا سر مال و منال و حکومت و این مال و منه و تاج مال و منه و اون یکی میگو مال تو تو کموده و این حرفا میتری دیس عشق 12 میشه مهداد چهارم خودمون میاد میگه پادشاه منم از اونجا که اکثرم میشناختنش بی بخاره درباریا جمع میشن و یه دکمه شنش میدم میگن با رضایت کامل اینو فشار بده و همه رو خوشحال کن و میان داداش کوچیکشو میکنم پادشاه داداش کوچیکی کی بوده اردیس عشق سیزدهم اردیس رو بخوایم به فارسی بنویسیم میشه الف ر ارد نه ارد نه ارد نه ارد یعنی یکی با کلی ادعای هو برمیگرده میگه ارد بعد اون لحظه است که قشنگ میخوام همه من دست میندازم دهنتو رو جر میدم بین درباریایی که مهداد چهارم و پادشاهی کشیدن پایین سورنا هم بود سورنا این وسط یه سوتی میده اونم این بودش که به جای این که مهداد چهارم رو زندانی کنه تبعید کنه یه کاریش بکنه ور میداره میذارش فرمان یکی از شهرهای مهم غرب کشور مهرداد چهارم هم تا وقتی میبینه موقعیت مناسب سری ور میداره پیم میده به کراسوس که سلام بیداری بیا کمک بعد که می‌بینه کسی جوابشون نمیده به امید کمک گرفتن از کراسوس راه میفته میره سمت مرز روم رومیا هم مهداد چهار ما وانا کرده پس فرستادن گفتم برو خونتون بچه در واقع اینجا اومدن گولش زدن فرستادن ای سمت پایتخت که جنگ داخلی درست کنن جنگ که تو ایران بالا گرفت جنرال کراسوس دورش جمع شدن گفتن همین رو میخواهیم بعد کل سربازهای لژیون و اسب و سگ و شغال و خر و شتر هر چی که داشتن جمع کردن راه افتادن اومدن سمت مرزای اشکانیا این ورم تو ایران شاهزاده ها هنوز داشتن میزنن سر کلم سورنا دید به امید اینا وایسه کراسوس شام و کمربندی ساری میخوره دست به کار شد و فراخان داد سربازا و سوارکارا همه جمع شد الان یه سری پروفسور تو کامنت میگن که اون زمان ساری نبوده نمیدونم تاریخ تعریف شده به خورده مردم نده تو از کجا خط میگیری؟ بالاخره تو سال 54 قبل میلاد کراسوس از فراد رد میشه و اولین استارت جنگ ایران و روم میخوره میاد شهرهای شرق ساحل فرات و چکل قدی میکنه و دست پر زمستون برمیگرده سمت روم من اینجا یه پرانتز وا کنم خیلی اینو نمیدونم سورنا اسم نیستش میدونستید میگن می خورشید پشتش به ماست تا حالا میدونستی؟ نه پشتش به ماست اگر برگردیم وش تمام هر چیز زمین اینا را درخت اینا را،, کوها را می سوزمه سورنا فامیلیه یعنی یه لقب یه خاندان مهم و اشرافی تو ایران اون موقع بوده بهش میگفتن گفتن خاندان سورنا خانواده سورنا قبیله سورنا یه همچین چیزی که فقط آدمای مهم و بزرگ اون خاندان بوده که حق داشته توی ازل و نسب شاه دخالت کنه اونجا هم که گفتم مهداد چهارم و اومدن از کشیدن پایین سورنا هم بینشون بود واسه این بود ولی حالا ما همون سورنا میگیم که قاطی نشه تو این بازه زمانی ایران سه تا مشکل داشت داداش بزرگه شاه که همون مهداد چهارم بود و جنگ داخلی درست کرده بود کراسوس و رومیا که اومده بودن مرزهای غربی ایران از اون برم تو شمال غرب کشور ارمنیا که دیده بودن خر تو خره گفتم ما هم هستیم اونم آشوب درست کرده بود شاه اومد با سرداراش نقشه کشید یه برنامه ریزی کردن پادشاه رفت سمت ارمنستان شورش اونا رو خوابون سورنا رفت سمت بابیلون یا همون بابل مهداد چهارم رو شکست داد دستگیرش کرد فرستاد پیش پادشاه پادشاه هم زد داداشش کشت و تموش مون یه دونه کراسوس تو مرز غربی کشور آماده حمله بوده از اون طرف خبر پیروزی قبلیشون هم رسیده بود به روم پسر کراسوس هزار تا سوار از یولیوس سزار قرض میگیره میاد سمت شام کمک باباش قبل از شروع جنگ ایران یه پیک میفرسته برای کراسوس که از کارهای بد توبه کنه و نمیدونم از این صحبت کراسوس میزنه پیکر رو میکشه این ور دوباره میگن یه پک دیگه بفرستی یه پک دیگه میفرستن و کراسوس اونم میزنه میکشه سردارا جمع میشن و پادشاه ایران میگن یه پک دیگه هم بفرست پادشاه ایران میگه پک پک آخره ولی جمع جمع آخر نباشه شوخی بسیار مسخره ای بود ولی نه اما اول کلا یه دونه پک میفرسته بعد بهش میگه که درست اومدی شهرامون رو آتیش زدی و اینا کارو بد کردی بی تربیت بودی بابا چون بولتو جلو ولی اگه پسر خوبی باشی میبخشیمت میذاریم بری کراسوس به این حرف پیک هر هر میخنده و میگه جواب شاهتون رو توی پایتخت میده پیک هم در جواب میگه که تو اگه کف دست من مو میبینی میتونی دیوارای تیزفونم ببینی هه بای خب میدونم که دل تو دلتون نیست که بریم سراغ اصل جنگ بچه های اینستاگرام مورخ پارسی به من گفتن که یه نظرسنجی گذاشتم و اکثران دوست داشتید که ویدیو بالای ده دقیقه بشه ما اومدیم نشستیم یه ذره حساب کردیم گفتیم الان جنگه بگیم یه ذره داستان پسا جنگ داره و اینا ویدیو میره بالای 20 دقیقه و واسه اینکه ویدیوی اولمون به هیچ وجه ما دوست نداریم خاطره بعدی این ویدیو داشته باشی گفتیم این بار شما به بزرگی خودتون ببخشید این بار همینجا تمامش میکنیم ببینیم دوست داشتید یا نه اگه لایک و کامنت و سابسکرایب و ترکوندید ما ادامهش میکنیم شرط نیست یه نفرم مگه من دوست داشتم و به عشق همون یه نفر ادامه میدیم ولی باید بدونیم این سبک مورد پسند شما عزیزا بود یا نه پس یه بار دیگه میگم پایین این ویدیو یه دکمه قرمز سابسکرایب اونو بزنید لایک کامنت برای بهتر شدن کیفیت کارمون ایرادای کارمون رو بگید خوشحال میشیم همین دیگه دوستتون داریم فعلا